با عرض سلام و ادب خدمت همه رفقا، امروز بحثمون رو رفیق یاسمن ارائه میکنن. اولا که خیلی تشکر، رفیق یاسمن تازگی یه عمل چشم داشتن، عینکشونم به این دلیل در ضمن رفقا بدونن، با وجودی که شاید دشوار باشه براشون اصلا نمیدونم خوندن و به دوربین و نمیدونم به تیوی نگاه کردن و لطف کردن جلسهش رو اومدن و اجرا میکنن. و این به هر حال بحث خیلی مهمیه، بحث ماهیت شوروی. با اینکه شوروی از بین رفته، ولی هم از لحاظ اینکه اون بحثها چه نتایجی میشه ازش گرفت در رابطه با شرایط امروز این کشور روسیه هنوز خیلی مهمه، هم به هر حال بحثایی که در رابطه ماهیت یه تجربه انتقال دیگه، یه تجربه انتقال از کپیتالیسم به سوسیالیسم رو ما به صورت یکی از مهمترین تجربیات بشری بوده دیگه انقلاب روسیه از این لحاظ. در نتیجه تئوریایی که راجع به این داده شده، خب اتفاقا حالا در پرتو کل این تجربه میشه خیلی دقیقتر بررسی کرد. و اینجا هم همیشه یه تئوری بوده که فرق داشته با دو تا جنبه دیگه تئوری های انتقادی از شوروی، اونم تئوری هیلل تیکتین بود که در نشریه کریتیک به اصطلاح مطرح میکرد. اصولا نشریه کریتیک و هیلل تیکتین به راه انداخته بود برای دقیقا همین کار، برای نقد اقتصاد سیاسی به اصطلاح شوروی. اون موقع بیشتر هدف اصلیش اون موقع از انتشار این نشریه این بود و یکی از نشریات خیلی مهم اون دوران شد در رابطه با تحلیل هایی که از اقتصاد اروپای شرقی و شوروی به خصوص داده می شد در اون نشریه. البته مطالب دیگه هم همیشه بود، ولی یک به صدا مرکز توجه عمده این نشریه همیشه این بود. و رفیقمون یاسمن که فعلا مدیریت این نشریه رو به عهده گرفته، اتفاقا خیلی به صدا مناسب، آدم مناسبیه برای ارائه این بحث که خود این نشریه کریتیک این موازش سر تئوری این نشریه سر ماهیت اتحاد شوروی اون موقع چی بود، اینو خوبه یه بررسی بکنیم به نظره. و امشب این بحث رو قرار ارائه بدم با تشکر مجدد از رفیقمون یاسمن. امیدوارم که بحث رو گفتگوی خوبی بعدش داشته باشیم. بفرمایید یاسمن جان. خیلی ممنون. من فکر میکنم یکی از دلایلی که الان واجب برگردیم و به این قضایا نگاه کنیم، حالا جدا از اهمیت تاریخی که داره و تجربه‌ای که طبعا برای جهان، برای تمام کسایی که خودشون رو کمونیست میدونن، چپ میدونن، اهمیت داره، ولی یه دلیلی که باید برگردیم به این قضایا حداقل از دید ما به این صورت پیش اومد که بعد از قضایای حدود 2 سال الان از جنگ اوکراین میگذره و حمله پوتین و روسیه به اوکراین میگذره، ما شاهد یک نوع نوستالژی برای دوره اتحاد جماهیر شوروی شدیم و هنوزم میبینیم عناصری از اون رو. من نه فقط در کسایی که قبلا عضو احزاب برادر بودند میبینم، بلکه در بخشی از جریان های تروتسکیست دیده میشه جنبه هایی از اون، و به این صورت مطرح میشه که خب باز اون موقع اقلا دو ابرقدرت وجود داشت، جهان دو قطبی بود از این حرف ها. اون چیزی که باعث میشه کسانی چنین بحث های رو مطرح کنند و اگه بخواید به نوعی آرزو کنند برگردیم به اون دوره، اینه که نفهمیدن شاید یا هنوز نمیتونند قبول بکنن که سرنگونی اتحاد جماهیر شوروی چجوری پیش اومد و چرا عده‌ای از جمله هیلل تیکتین، ولی کسای دیگری هم شاید چند دهه قبل از این واقعه این رو پیش بینی میکردند. حتی عده میگفتند شما دیوانه اید، عجب حرفی میزنید، چطور ممکنه اتحاد جماهیر شوروی سرنگون بشه؟ و اینها میگفتند این آینده نداره، این حکومت به جایی نخواهد رسید.
نوستالژی از اون جهت مشکل آفرینه که در تداوم خودش نوعی عذرخواهی برای پوتین را هم به وجود آورده، نوعی حمایت ولو خجول ولو بیان نیاد که از روسیه کنونی که به نظر من به استالین بیشتر شبیه تا مقطعی که اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد، ولی نوعی نوستالژی برای اون گذشته است و متوجه شاید نمیشند این دوستان، این رفقا، که ضربه ای که این تجربه بعد برای جنبش چپ به بار آورد ضربه ای بسیار سنگینه و تحلیل درست از این مقوله اهمیت خاصی داره. این از اونجا مهمه که در حقیقت اولا نیفتیم به اینی که به نوعی بخوایم عذر پوتین رو بخوایم بگیم یا به نوعی توهم داشته باشیم که اون سیستم میتونست دوام پیدا بکنه. بحث کلی که در این رابطه حداقل نشریه کریتیک مطرح کرده اینه که در مقطعی که شوروی سابق سقوط کرد چند دهه گذشته بود از دورانی که کلی از متحدانش در جایگاهی نبودند که مثلا بعد از جنگ جهانی دوم براشون پیش اومده بود، مثلا احزاب کمونیست فرانسه، ایتالیا، کشورهای بزرگ اروپایی و یا احزاب بزرگی که به نوعی در کشورهای جهان سوم، دنیا، کره جنوبی نیروی زیادی داشتند و همین سقوط نیرو در میان این احزاب خودش نشانه ای بود از وضع بدی که کل این مقوله داشت. خیلی از این احزاب اگر عضو از دست می دادند، اگر نیروی زیادی نداشتند، یکی از دلایلش دقیقا این بود که مطیع سیاست های اتحاد جماهیر شوروی بودند که نوسان های عجیب و غریب در سطح جهانی داشت و این نوسان ها آبروی این احزاب رو مثل حزب توده در کشور ما، حزب کمونیست مصر که حزب بزرگی بود، حزب کمونیست عراق، غیره، آبروی اینها رو برده بود و اصلا چیزی باقی نمانده بود از اینها برای اینی که تصور کنیم چطور میتونست ادامه حیات پیدا کنه. اون چی من امشب میخوام مطرح کنم بعد از این مقدمه کوتاه نظرهایی است که همونطور که تو را به عزیز گفت در نشریه کریتیک و عمدتا توسط هیلاتیکتین مطرح شده. من متن انگلیسی این صحبت را هم براش فرستادم که ما با دو چیزی بگم که نظر او نباشه و تایید کرد که نه، اون چه من جمع آوری کردم از چند شماره دقیقا اون چیزیست که نشریه کریتیک گفته. من تاکید کنم که در جزئیات این بحث خود من با کلمه به کلمش الزاما موافق نیستم، نه به این معنا که نظر تئوری که خیلی بالایی دارم، بلکه خیلی از اینها شاید کاری طولانی تر از اون چه من انجام دادم، با اینکه سعی کردم همیشه دنبال کنم این رو، این خط رو، لازم داره. این تاکید دوباره را هم باید کرد که برای کسانی مثل من که مثلا در دهه 80 بعد از شکست های متعدد چپ ایران دنبال این بودیم که ریشه یابی کنیم مشکل خودمون کجاست، مشکل چپ کجاست، مشکل چپ جهانی کجاست، سمینارهایی که نشریه کریتیک در این رابطه گذاشت واقعا روشنگرا بود، به این معنا که کلی اطلاعات به ما داد. اون موقع مرکز تحقیقات امور شوروی در دانشگاه گلاسگو، Center for Soviet Studies در دانشگاه گلاسگو بود، ولی در حقیقت بحثی بود که نشریه کریتیک مطرح میکرد. سنتاً و در گذشته خودش تیکتین تروتسکیست بوده و در نتیجه
شروع بحثش اگه بخواید اجتناب بدون تعارف و به صورت اجتناب ناپذیری در قبال بحثی است که دولت منحط کارگری رو مطرح میکنه، بحثی که از دید تکتین شاید در مقطعی که در اواخر دهه سی اوایل دهه چهل دلایل درستی برای مطرح کردنش وجود داشت، ولی با وقایع اون چه او در اقتصاد شوروی دیده و در تجربه خودش به عنوان کسی که رفت در رابطه با ماهیت اتحاد جماهیر شوروی در دهه 60 تحقیق بکنه در تضاد، و در نتیجه او وارد بحث هایی میشه که بخش های مختلف مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در اتحاد جماهیر شوروی سابق رو مورد بحث قرار میده. امسال 50 سال شروع نشریه کریتیکه و 2 هفته دیگه ما شماره 100 این نشریه رو منتشر میکنیم. در نتیجه این تو این 50 سال که همش البته من نبودم اونجا، چند سال آخرش بودم، بحث های متفاوتی در این رابطه مطرح شده. من اونچه مطرح می کنم بحث تحریریه نشریه است، نه بحث کسانی که طبعا نکات متفاوت با دیدهای گوناگونی رو مطرح کرده. یکی از بحث های اولیه در رابطه با اتحاد جماهیر شوروی از دید نشریه کریتیک تضادهای ذاتی نظامی بود که به قدرت رسید. اون چه به گفته تیکتین پایه داره در تار و پود اقتصادی اجتماعی اتحاد جماهیر شوروی، و از این جهته که او این تم دولت کارگری منحط رو رد میکنه. چرا که از مطرح میکنه که از شروع به قدرت رسیدن اتحاد جماهیر شوروی همیشه در آستانه بحرانهایی بوده، این بحرانها انعکاسی از تضادها و فشارهای درونی بوده. در رابطه با شیوه تولید که بحث بسیار مهمیه، او عقیده داره که تعاریف سنتی، تعاریف موجود در رابطه با شیوه تولید در این مورد صدق نمی کنه. و اینجا بحثش در این رابطه است که به اصطلاح نرم ها یا اون چه ما در نظام سرمایه داری به عنوان انباشت سرمایه، به عنوان یکی از نکات اصلی، یکی از مسائل کلیدی و محوری این نظام میبینیم، وجود نداره در اتحاد جماهیر شوروی. ولی در این حال دیگه سوسیالیست هم نیست، چرا که طبقه کارگر کنترلی بر روابط تولیدی و ابزار تولید نداره. و اینجاست که از واژه استفاده میکنه به اسم vended production یا تولید فروخته شده، و تعاریف زیادی، بحث های زیادی در این هست، ولی روی همش اینه که اگرچه تولید یک هدف، اگه بخواید بازار نداره، هدفی که مطابق باشه با بازار آزاد، ولی در این حال در پاسخگویی به خواستهای اجتماعی با یک برنامه و طرح کامل هم فرسنگ ها فاصله داره. و اینجاست که وارد بحث نقش فراگیر بوروکراسی
در به وجود آوردن این سیستمی که از دید او نه سرمایه‌داری نه سوسیالیستیه مطرح میشه. این بوروکراسی رو فراگیر مینامه و میگه این فراتر از اینه که ما فقط یک تحریفی در دولت کارگری داریم میبینیم. تحریف در دولت کارگری میتونه وجود داشته باشه و یک قشری بیاد و برای مدتی حداقل یا طولانی تر بوروکراسی نظام رو به عهده بگیره، ولی برای نشریه کریتیک نقش ذاتی بوروکراسی در ساختمان اتحاد جماهیر شوروی فقط یک پدیده خارجی پارازیتی نیست، بلکه عمیقا در تار و پود پایه های اولیه شکلگیری دولت وجود داره و از دید او این بوروکراسی تعادل متقابلی انجام میده. کارش نقشش بر عمل کردن تعادل متقابلی است در مقاطعی که میخواد بین تضادهای درونی سیستم که گاهی تضادهای آحادی هستند اداره کنه این تضادها رو و به نوعی کم کنه از نقش مخرب این تضادها و در نتیجه فقط یک انحطاط نیست، فقط یک کجروی نیست و این ترک کردن اینی که این انحرافه از اهمیت نقش این بوروکراسی کم میکنه. در رابطه با تعادل مقابل صحبتش اینه که این سیستم از روز اول با تضادهای بیشماری روبروه. در حقیقت وقتی به برنامه های اقتصادی نگاه میکنیم فاصله زیادی وجود داره بین برنامه ریزی و اون چه که بهش میشه گفت تولید واقعی، بین اون چیزی که خواستهای طبقه کارگره و اون چیزی که برنامه اقتصادی دنبال میشه توسط دولت. نتیجه این برنامه های اقتصادی همطور که میدونیم 5 سال 5 سال برنامه اقتصادی بود و نتایجی داشت هر کدوم اینها. و نقش الیت، نقش رهبری حزبی اینه که تمام مدت نقشش اینه که اولا این تضادها رو مدیریت کنه، آشتی بده بین بخش هایی که با همدیگه تناقض هاشون وارد به مراحل حادی شده و از این طریق ادامه حیات نظام موجود رو تضمین بکنه. ادامه حیات تبدیل میشه به هدف نهایی به جای اینکه کلیه مسائل قبل از به اصطلاح رسیدن به اون مطرح باشه. این نقش تفاوت بین اون چیزی که اگر بخواید ایدئال ها یا آرزوهای رسیدن به یک جامعه بی طبقه است و واقعیات اقتصادی اجتماعی که باهاش روبرو هستند، به وجود آورنده به اصطلاح ساختارها و پروسه هایی است که همگیشون تضادهای بیشماری با هم دارد و این تضادها در حقیقت هر کدوم نشانه ای هستند از خواستهای گروه های مختلف، از کوشش های بخش های مختلف این الیت بوروکرات برای اهداف خودشون و یا اون چه تصور میکنند اهدافی برای ادامه نظام موجوده، بدون اینکه این نظام موجود دیگه ربطی داشته باشه
اگر میخواید آمال و آرزوهای اولیه که جامعه بی طبقه باشه. در واقع نقش اصلی این بوروکراسی حفظ دولت متمرکز و شعارها راجع به کنترل کارگری یا حتی در مقاطعی که در دوره استالین بیشتر از دیکتاتوری پرولتاریا صحبت میشد، شعار رتوریک معنای واقعی نداره. و از نظر اقتصادی مسئله اصلی جلو بردن این برنامه های طرح‌ها و برنامه های 5 ساله است که در حقیقت هدف رسیدن به اگر بخواید اون چه که در برنامه مطرح شده شرایطی به وجود میاره که با واقعیات اقتصادی در تضاد کامله و در نتیجه بوروکراسی یکی از کارهای دیگرش اینه که اطلاعات یا داده ها در رابطه با تولید، در رابطه با کشاورزی، در رابطه با اقتصاد رو درش دستکاری میکنه، این اطلاعات رو به دروغ منتشر میکنه تا از ناکاربرد بودن اقتصاد که بعدا واردش میشیم و فاصله بین طرح اقتصادی و واقعیات دستاوردهای اقتصادی فاصله کاملا غیر قابل، اصلا قابل تصور نیست، ربطی به هم ندارند اون چیزی که طرح اقتصادی گفته و اون چه واقعیات اقتصادی. ولی برای جلوگیری از نارضایتی برای ادامه حیات نظام اقتصادی کوششی سیستماتیک برای اینکه این ناکفایتی های اقتصادی رو روش به اصطلاح سرپوش گذاشته بشه. در سطح اجتماعی این بوروکراسی از اونجا که پایگاهی نداره، از اونجا که مکانیزمی برای درگیر شدن در بحث ها و مبارزات کارگری باقی نگذاشته، از اونجا که فاصله ای داره گسترده با واقعیات روزمره زندگی عادی مردم در روسیه، در شوروی، قوانین، نرم ها و به اصطلاح سیستمی رو پیاده میکنه که در مقاطع زیادی در زندگی خصوصی و یا حداقل در بخش هایی از زندگی خصوصی افراد دخالت داره و خود این برعکس تصوری که باید داشت از یک دولت کارگری در حقیقت خلاقیت رو کم میکنه، انعطاف جامعه و انعطاف افراد در برابر خواستهای سیاسی اقتصادی رو کم میکنه و دولت در حالی که بناست نماینده یا اگه بخواید کارگزار خواستهای پرولتریا باشه، اون چنان فاصله ای داره با مردم عادی، خواستهاشون و آمال و آرزوهاشون که میشه گفت در یک مثل اینه که در یک فضای دیگه ای اصلا زندگی میکنه و طبیعی است که کل اینها عواقب سیاسی داره. عواقب سیاسیش اینه که این بوروکراسی اگرچه از نظر اقتصادی مشکلات بیشماری داره که بعداً باز باش برمیگردیم، ولی هدف نهایی خودش رو تضمین ادامه حیات سیستم شوروی میدونه و در نتیجه نقش مهمی داره برای اینه که ایدئولوژی واحد دولت رو مطرح کنه. این ایدئولوژی واحد دولتی در حقیقت ایدئولوژی بوروکراسی، ربطی دیگه به
خاصهای طبقه کارگر نداره و در نتیجه مجبور هر گونه نارضایتی رو سرکوب بکنه. این به این معنا نیست که مثل حالا در رابطه با ایران یا کشورهای دیگه غرب کوششی نداره برای اینکه نارضایتی رو گسترده بکنه یا اپوزیسیون بسازه یا غیره، ولی مسئله اصلی نیست. مسئله اصلی اینه که از شروع کار سرکوب هر نوع مخالفتی، از جمله مخالفت در درون صفوف حزب و در مشخصا در جناح‌های چپ حزب، در دستور کاره و هیچ کس نمیتونه از خط رسمی دولت یک میلیمتر فاصله بگیره. نتیجه این به نوعی تمرکز قدرت، به عنوان قدرت سرکوبگر، زندانی کن و خشن دولت شوروی در تضاد کامل با ایدئال های مارکسیستی، جامعه بی طبقه، جامعه بی دولت. هدف در باید رسیدن به مقطعی باشه که دولت از بین بره و این دولت داره روز به روز قوی تر میشه. و اینجا من فکر کنم یه پارانتزی دوباره باز بکنیم روی دولت منحط کارگری. صحبت اینه که آیا در شروع کار دولت سوسیالیستی یا دولتی که درش طبقه کارگر نقش تعیین کننده داشت به قدرت رسید یا نه؟ و از دید تیکتین نه، به این معنا که میگه ما در شاهد دولتی هستیم که در دوره گذار، در ترانزیشن، در این دوره گذار بین سرمایه برخی از خصوصیات سرمایه داری رو داره، برخی از خصوصیات سوسیالیستی رو داره، ولی هیچ کدوم از این دو مقوله تعریف نمی کنه اون چیزی رو که وجود داره. به این معنا که میگه با همه به اصطلاح شعارهایی که مطرح شد، رتوریکی که در زبان و بیان تعاریف حزبی مطرح بود، دولت هیچ وقت توسط طبقه کارگر کنترل نشد. و وقتی مثلا کسانی صحبت از این میکنن که دولت کارگری منحط، این ایده دولت کارگری باید بر این استوار باشه که طبقه کارگر کنترل مکانیزم دولتی رو به عهده گرفته باشه. و اینجا به عقیده حداقل تیکتین ما هیچ وقت با چنین پدیده‌ای روبرو نبودیم. البته این هست که همونطور که گفتم بعضی از خصوصیات سرمایه‌داری رو داره، در اینی که مثلا ردبندی های اجتماعی باقیه، کنترل مرکزیه، ولی پرنسیپ های سوسیالیستی رو هم اینجا اونجا بعضی پرنسیپ، بعضی عناصر، نه پرنسیپ ها، بعضی از عناصر دولت سوسیالیستی رو داره، مثلا مالکیت دولتی یا اقتصادی که با برنامه داره پیش میره نه بازار. اینی که این اقتصاد با برنامه با واقعیات تطبیق نداره البته مسئله دیگه است. و این به اصطلاح نقش انتقالی، این موقعیت انتقالی شرایطی رو به وجود میاره که از دید نشریه کریتیک بحران دائم رو در پیش داره. ما در ایران هم با بحران دائم آشنایی داریم و بحران دائم
مزایایی هم برای نیروی قدرت داره، چون همیشه به بهانه این بحران سرکوب میتونه بکنه، دلیل نرسیدن به اهدافش رو این بحران دائم میدونه بره. و اینجا اون تضاد و اون عدم توازنی که بین بروکراسی و طبقه کارگر وجود داره، شرایطی به وجود میاره که پایانی بر این بحران وجود نداره. این سیستم در حقیقت در طول عمرش استابیلیتی نداشت. اون چیزی که بشه بهش گفت یک دوره کاملا آرام و با ثبات، ثبات نداشت در کل. البته باید این رو هم تاکید کرد که جنگ جهانی دوم این وسط پیش اومد، بعد از اون جنگ سرد بود، مسائل دیگه. ولی در حقیقت برای بوروکراسی این بحران مزایایی داشت، چرا که از طریق به اصطلاح مدیریت این بحران سعی میکرد خودش رو بخشی سرکوبگر ولی غیر قابل جدایی از سیستم موجود بکنه. و این از نظر سیاسی مشکل دیگه رو به وجود آورد، و اون بیگانگی سیاسی، alienation، بیگانگی از سیاست بود. کمتر کسی است که حداقل در دهه‌های گوناگون، فکر می‌کنم از دهه 30 به بعد، به شوروی سفر کرده باشه و ندیده باشه، شاهد نباشه که این بیگانگی کارگران از قدرت واقعی سیاسی شرایطی به وجود آورده بود که طبقه کارگر خودش رو در حقیقت منزوی میدید، کنار گذاشته میدید از قدرت سیاسی. و این کنار هم قرار دادن ایدئولوژی سوسیالیستی با ریال پولیتیک یا واقعیت سیاسی، واقعیت روی زمین در اتحاد جماهیر شوروی، در حقیقت بدتر میکرد شرایط رو، به این معنا که پیاده کردن خیلی از سیاست ها توسط دولت همیشه با یا دلسردی یا مقاومت روبرو می شد، چرا که این سیاست ها هیچ کدام از دل یک مبارزه طبقاتی، از دل یک بحث سیاسی در درون حزب بر نخواسته بود، بلکه از بالا پیاده می شد. و اگر بخواید دستور عمل مطرح می شود. اون چی که خیلی از وقایع که در این دوره پیش آمده سخت دستیابی بهش، حتی کسانی مثل تیکتین که هفته ها ماه ها در آرشیف های موجود اون موقع دهه 60، اوایل دهه 70، چون بعد از اون تا یه مدتی نمیتونست به برگرده به شوروی، ولی حتی کسایی که رفتن سعی کنند اگه بخواید مدارک جمع بکنند و غیره، با مشکلات اساسی روبرو شدند. البته باید گفت این فقط مشکل در رابطه به شوروی نیست، حکومت ها در خیلی جاها سعی می کنند اون چه انجام دادند، اون چه برنامه بوده و اون چه عمل شده رو مخفی کنند، و به همین دلیل اسناد کمتری وجود داره. ولی همطور که توراب گفت، در حقیقت بحث تیکتین عمدتا در رابطه با اقتصاد سیاسی است و کوششش در اینه که با دو بحث روبرو بشه. در رابطه با دولت کارگری منحط صحبت کردیم،
نظر دیگه ای که میخواد از دید خودش در همین نوشته های اولیه و بعدا در ادامه نوشته هاش دنبال بکنه، رد نظر تونی کلیفه که صحبت از این میکنه که در حقیقت شوروی سرمایه‌داری دولتی بوده و در حقیقت در این نظام رو یه نظام سرمایه‌داری میدونه، اگرچه نه از نوع نظام سرمایه‌داری غربی. من فکر میکنم در وقتی صحبت از اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی میشه و خوبه یک نظری به برخی از بحث‌های این مسئله بیاندازیم، باید تأکید کرد که حالا به هر دلیلی، یعنی سرمایه گذاری یا اگه بخواید کوشش اقتصادی در بخش غیر دفاعی، غیر نظامی بسیار ناچیز بوده و این را همه کسایی که در رابطه با شوروی کار کردن روش تأکید دارن. تقریبا 3/4 کل خروجی صنایع مهندسی در صنایع و چیزی که میشه گفت صنایع ساخته شده در اتحاد جماهیر شوروی، حدود 3/4 در رابطه با امکانات و وسایل نظامی بوده که این رقم از رقمی که در رابطه با مثلا ایالات متحده در دوره جنگ سرد داره گفته میشه خیلی بیشتر. البته در این رابطه باید نه فقط از ساختمان یا اگه بخواید ساختن وسایل نظامی صحبت کرد، بلکه صنایع حاشیه‌ای مثل بازسازی، سرویس، کمک های جنبی در این رابطه خیلی اهمیت داره. و خود این باعث کاستی های اساسی در اقتصاد شوروی میشه. وقتی که خرج نظامی در مقاطع خیلی خاصی مثلا بعد از جنگ جهانی دوم یا در جنگ بلافاصله بعد از جنگ کره یا بعد از خروج خروشچف، وقتی که کمی از این خرج نظامی کم میشه، ما نمیبینیم که تولید اقتصادی در بخش های دیگه رشد بکنه. در نتیجه فقط این کم میشه، ولی ما یک اگه بخواید حرکتی در رابطه با سایر بخش های اقتصادی نمیبینیم. در حالی که خب برای مردم عادی این خرج نظامی تنها یک هدف داره و اونم طولانی تر کردن عمر دولت موجوده، که البته مدافعان نظام باهاش طبعا همسویی دارند، ولی همونطور که گفتم بیگانگی از این دولت کم نیست. در شرایطی که 60% بودجه خانواده خرج مواد غذایی می شده، در دهه 60 ما داریم صحبت می کنیم، در مقایسه با اینه که در بریتانیا در اون دوره 25% بوده، ما نمی بینیم که مثلا بخش کشاورزی درش یک سرمایه گذاری به معنای نم سرمایه، به معنای ساختمان ایجاد شرایط بهبود بخش کشاورزی رو نمیدیم. و
این به این معنا نیست که متوجه نیستند یا نمیدانند که این مسئله نقش مهمی داره، ولی حتی در رابطه با تولید مواد غذایی پایه‌ای که میتونست امکانات بهتری برای جامعه ایجاد کنه، این برنامه های اقتصادی اکثرا ربطی به واقعیت نداره. خانواده ها شکایت دارند از اینی که مواد غذایی کافی ندارند، لبنیات ندارند، گوشت نیست، میوه نیست، غیره. و این در شرایطی است که اگر کسانی مثلا گوش کنند به نوارهای تاریخی رادیو موسکو یا اون چیزایی که اسنادی که باقی مونده، میبینید که مثلا در پایان هر دوره 5 ساله صحبت از این میشه که مثلا گندم قزاقستان تا چه حد بزرگ شده یا ذرت چی شده یا غیره، ولی هیچ کدام از اینها، حتی اگر این ارقام درست باشه که خیلی شک دارن که این ارقام با واقعیت در تطبیق باشه، ولی حتی اگر اینها رو درست بدونیم، در حقیقت تفاوتی بر زندگی عادی مردم نداره. مسئله دیگه که در اقتصاد شوروی خیلی مهمه، مسئله ناکاربردیه، و این حتی در بخش دفاع هم مورد سواله، ولی در هر صورت اون چیزی که مطرح میشه، این ناکاربردی 3 یا 4 برابر در بخش مهندسی با در مقایسه با کشورهای غربی. و اینجا به نظر من بعضی از نکاتی که باید دقت کرد اینه که این بخش دفاع اونچنان منزوی از سایر بخش ها که خیلی از امکاناتی که داره در سطح گسترده در سطح جامعه مورد استفاده قرار نمیگیره. یه نمونه ای که خیلی ها در این رابطه نجوش مقاله نوشتند و اشاره بهش کردند، مثلا قضیه ساده گرفتن کارهای فنیه. در اتحاد جماهیر شوروی تلویزیون درست میکردند، تلویزیون خودشون رو میساختند، و خیلی وقتها صحبت از این میشد که پیچ هایی که این تلویزیون ها دارند کافی نیست، محکم نیست، درست محکم نشده غیره. این بخشش در رابطه این ناکاربردی تولید به معنای واقعی کلمه. گویا در یه مقطعی یکی میاد به این نتیجه میرسه که خب اینها رو میتونیم به هم بچسب، یعنی باز فلز به هم وصل کنیم. نتیجه این کار این میشه که در خیلی از فلات ها، در آپارتمان ها، در خانه ها، در سراسر اتحاد جماهیر شوروی تلویزیون ها آتیش میگیرن، ولی که طبیعی است، این نباید از چنین به نوعی کل روند برق رو قطع میکنید، دارید شورتکات ایجاد میکنید بین برق، و این خطر آتش سوزی رو به مراتب بالا میبره در اتحاد جماهیر شوروی، که نوع نشانه سطحی گرفتن مسائل حتی فنی. طبیعی است که کل این پروسه صنعتی شدن جامعه شوروی رو تغییر داد، در پروسه از جامعه دهقانی به جامعه روستایی به شهرنشینی کشوند، و در کنار اون طبعا کلکتیویزیشن بود، یعنی اشتراکی کردن زن. و در دهه 70 ما صحبت از این میکنیم که 40% حدودن در روستاها زندگی میکنند و تقریبا زیر 30% امکانات مالیشون رو از فعالیت کشاورزی به دست میارن.
ولی اگر به کل به تعداد واقعی و با در نظر گرفتن اینکه درصد زنان و مردان رو در دست بگیریم، میشه گفت که تعداد خانواده هایی که کاملا امکان مالیشون رو از امور کشاورزی به دست می آوردن کمتر از این 30% بود. طبیعی است که از راه از این پروسه صنعتی شدن و کلکتیو اشتراکی شدن، قدرت سیاسی دهقانان کمتر و کمتر می شد و خود این کم شدن هم در غیاب نیروی کارگری در حقیقت به تقویت قدرت الیت در اتحاد جماهیر شوروی و بوروکراسی کمک میکرد. و اینجا باز میشه صحبت از این کرد که بخش به اصطلاح توزیع مواد غذایی، توزیع امکانات کشاورزی تبدیل می شد به یکی از آستانهای مبارزه بین بخشهای مختلف الیت بوروکراسی، و این به طبقه بندی شدن، ایجاد طبقات، رده بندی در جامعه نقش تعیین کننده داشت. صحبت هایی هست و میشه طبعا این رو برگردون به دوره کمبودهای دهه 20 و غیره، و خیلی ها مثل پروبیژنسکی کسای دیگه راجع به اهمیت این بحث نوشتند و گفتند. من نمیخوام به اون حد برگردم. ما داریم از دهه های بعد از جنگ صحبت میکنیم و میخوام رو همون بمونیم، وگرنه مشکل عمیق‌تر میشه و حداقل سواد من یکی نمیرسه. اگرچه کوشش برنامه ریزی، کسایی که برنامه ریزی میکردند اقتصاد رو برای اتحاد جماهیر شوروی، این بود که مواد تولید مواد غذایی سریعتر انجام بده، مسئله رقابت نظامی که یکی از مشخصه های ذاتی سیستم شوروی بود، نقش تعیین کننده داشت در این که هر نوع حتی کوششی برای اصلاح موقعیت موجود با شکست روبرو می شد و در نتیجه هیچ وقت با مورد ما عملی شدن اون رو نمی دیدیم. و ترکیب این مسئله با این ناکاربری اقتصاد در ایجاد نارضایتی، در ایجاد اون چه بهش میشه گفت ویست، اضافه، تولید بیفایده، نقش تعیین کننده داره. هیچ موقع حتی خود این بوروکراسی حاکم راضی نبود از نتایج اونچه که فکر میکرد در دستور کار قرار داده، و بعد مجبور بود برای جلوگیری از افشای مسئله، جلوگیری از طرح شدن درصد بالای کالاهای به درد نخور در سیستم موجود، مجبور اینا رو مخفی کنه. یه نمونه هست توی فکر کنم شماره 2 یا 3 کریتیک بهش اشاره میشه. در پراودا در 1972، در مارچ 1972 مقاله هست که تاکیدش بر اینه که
ماشین های کشاورزی، وسایل مکانیکی کشاورزی چقدر مشکلات واقعی دارن، مشکلات روزمره دارن، و دلیل اصلیش اینه که ابزار و بخش هایی که توی این ماشین ها استفاده میشه اکثرا اشکال فنی دارن و برگردوندن اینها غیر ممکنه و در نتیجه کاستی هست برای جایگزین کردن این بخش های خراب در این ماشین های کشاورزی. و این یکی از نمونه هاییست که مثل اون قضیه تلویزیون که مطرح کردم، حداقل در خیلی از نوشته ها، در خیلی از مدارکی که در این رابطه چاپ شده وجود داره. ما با تولیدی روبرو هستیم که زیر سطح قابل پیش بینیه، لوازم یدکیش کمه، امکان بازسازیش کمه، کاربریش ضعیفه و قیمتش بالاست برای چه دولت که بخواد این رو بخره، چه اگر مثلا بخش هایی که فکر کنید در بخش کشاورزی، اون بخش هایی که وارد کار اشتراکی شدند بتونند این امکان رو به دست بیارند. من راستش رو بخواید تنها به حدود وسط بحثم رسیدم و نفسم دیگه در نمیاد. با اجازه فکر میکنم بهتره همینجا صبر کنیم، اگر لازم شد یه بار دیگه این ادامه این بحث رو انجام میدیم. من فقط برای این که خلاصه حرفا رو بزنم این رو میخوام مطرح کنم که در حقیقت از نظر اقتصادی مشکلات بیشمار بود، از نظر سیاسی مشکلات بیشمار بود، بوروکراسی که در قدرت بود ربطی با طبقه کارگر نداشت، اینی که این بوروکراسی چگونه و چطور به قدرت رسید طبعا باید به کشتارها، به دوره استالین، به سرکوبها، به از بین بردن مخالفت سیاسی در اون دوره اشاره کرد، ولی طبیعی است که مسئله لغو حقوق فراکسیون ها در حزب که برمیگرده به اوایل دهه 20 بی تأثیر نبود در اون چه بعدن پیش اومد و در نتیجه برای اینکه به تاریخ همه اینها به درستی برخورد کنیم و از توان من بر نمیاد برای کسای دیگه امیدوارم این کار رو بکنند، واقعا باید دهه 20 و دهه 30 رو زیر ذره بین قرار داد. اینی که این دولت کارگری میخواست باشه ولی نتونست باشه به دلایل مختلف، میشه موقعیت اقتصادی 1917 رو در نظر گرفت، میشه جنگ داخلی رو مطرح کرد، میشه اشتباهات حزب رو مطرح کرد، ولی در هر صورت مشکلاتی که عدم پیروزی انقلاب در آلمان رو حتما باید مطرح کرد، ولی همه اینها رو که در نظر بگیریم اگر بخواید اینها پیش درآمدهایی است برای اون چه من راجبش صحبت کردم که دهه های بعد از جنگ جهانی دوم. به همین دلیل به نظر من برمیگردیم به اون چه اول صحبتم گفتم، نباید آرزو کنیم کاش شوروی بود، کاش زنده بود. ضربه ای که زد از نظر سیاسی، ضربه هایی که به احزاب مطیع خودش زد، جدا از بقیه کمونیست ها، چپ ها، تروتسکیست هایی که کشته شدند، چپ های دیگه ای که کشته شدند، نه فقط در خود اتحاد جماهیر شوروی بلکه در کشورهایی که احزاب برادر یا سرکوب کردند اینها رو یا
افشا کردند، لو دادند اینها رو، چون در خط مسکو نبودند. ضرباتی که زد از نکاتی است که نباید در تاریخ فراموش کرد و همه ما باید بیدار باشیم برای اینکه پدیده دیگه، مثلا این روزها چین، یا پدیده دیگه که واقعا نباید اشتباهش کرد با دولت کارگری، با سوسیالیسم، رو بیایم عمده کنیم، پرچمی ازش بسازیم و بعدا در سرنگونیش یا در ضعفش اشک بریزیم.